سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز رهبران آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه پنجشنبه 23 بهمن ماه بر سر برقراری آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدند. این توافق پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده رهبران این کشورها در مینسک، پایتخت بلاروس به دست آمد. حدود ساعت پس از آغاز جلسه سران اروپایی برای پایان دادن به بحران اوکراین که در شهر مینسک جریان داشت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از توافق بر سر آتش بس در منطقه دونباس در اوکراین خبر داد. آتش بس قرار است از نیمه شب یکشنبه 15 فوریه آغاز شود. اشتفان زایبرت سخنگوی دولت آلمان در توییتر خود نوشته است بر سر خروج تسلیحات سنگین نظامی از منطقه نیز طرفین به توافق رسیدند آنگلا مرکل صدر آلمان توافق حاصله را امیدوار کننده خوانده است و پس از پایان جلسه طولانی در مینسک این شهر را به مقصد بروکسل برای شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا ترک کرد فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه این توافق را موجب آسایش خاطر برای اروپا و امیدی برای اوکراین توصیف کرده است. به گفته رئیس جمهوری روسیه در پایان این نشست دو سند توافق تنظیم شده است. سند نخست در برگیرنده مفاد پیاده سازی توافق است که پیشتر در ماه سپتامبر 2014 انجام شده بود. در سند دوم کشورهای آلمان فرانسه روسیه و اوکراین از روند صلح اعلامه حمایت کردند به گفته ای رئیس جمهوری روسیه این سند نیازی به امضای چهار کشور ذکر شده ندارد آقای پوتین تاکید کرده است طبق قرار خروج تسلیحات سنگین از منطقه دو روز پس از آغاز آتش بس آغاز خواهد شد و بیش از دو هفته نیز طول نخواهد کشید. به گفته وی ارتش اوکراین باید تجهیزات نظامی خود را از خط مقدم جبهه جنگ کنونی عقب بکشد فرانک والتر مایر وزیر خارجه آلمان نیست که در مینسک به سر میبرد پس از اعلام توافق به خبرنگاران گفت ما برای نخستین بار جدول زمانی روشنی برای اجرای تعهدات توافق مینسک از جمله در مورد انتخابات کنترل مرزی تبادل زندانیان در اختیار داریم پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده است که تمامی زندانیان در ظرف 19 روز آزاد خواهند شد. از سوی دیگر رئیس جمهوری روسیه از طرفین درگیر در منطقه دونباس خواست تا هرچه سریعتر سلاحهای خود را زمین گذاشته و به جنگیدن پایان دهند. پیش از این پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین پس از 14 ساعت مذاکره با رئیس جمهوری روسیه در نشستی با حضور رهبران آلمان و فرانسه شروط روسیه برای پایان بحران شرق اوکراین را غیر قابل پذیرش خواند رئیس جمهوری اوکراین پنجشنبه 23 بهمن در حاشیه نشست مینسک به خبرنگاران گفت هنوز نمیتواند خبر خوشی بدهد خبرگزاری آلمان از ادامه رایزنی در نشست مینسک خبر داده است صدر آلمان و رؤسای جمهور فرانسه، روسیه و اوکراین از چهارشنبه شب 22 بهمن ماه با شرکت در نشستی در پایتخت بلاروس مشغول رایزنی در مورد راهکاری برای پایان دادن به درگیری های مسلحانه در شرق اوکراین هستند. صبح پنجشنبه شماری از دیپلمات‌های های حاضر در مینسک ابراز امیدواری کردند که طرفین درگیر آماده امضای توافقنامه ای هستند که اجرای مشخص طرح صلح اوکراین را تضمین می کند. این طرح که ماه سپتامبر گذشته در شهر مینسک امضا شده بود شامل ایجاد نواری به عرض سی کیلومتر در مرز درگیری های شرق اوکراین به عنوان منطقه حائل آزادی اسرا و گروگان ها گفتگوی ملی و برنامه‌ریزی برای انتخابات بود این طرح اما تا کنون اجرا نشده است دولت مرکزی اوکراین و جدای طلبان شرق این کشور همچنین متعهد به اجرای آتش شده بودند این تعهد اما در عمل بارها نقص شد دو طرف درگیری در ماه دسامبر بار دیگر برای پایان تبادل آتش به توافق رسیدند اما این توافق نیز به درگیری های مسلحانه در شرق اوکراین پایان نداد همزمان با نشست چهارجانبه رهبران آلمان فرانسه روسیه و اوکراین وزرای خارجه این چهار کشور نیز از چهارشنبه شب مشغول رایزنی در شهر مینسک هستند همزمان با این تلاش ها گروه ارتباط متشکل از نمایندگان اوکراین روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز با نمایندگان جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین دیدار کردند درگیری های شرق اوکراین در هفته اخیر شدت یافته است در این درگیری ها تاکنون بیش از 5300 نفر جان باختند و بسیاری از روستا و شهرهای کوچک و بزرگ منطقه ویران شده است 96 فعال سیاسی و مدنی در نامه ای از مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران خواستند که هرچه سریعتر و بدون هیچ قید و شرطی موجبات آزادی سعید رضوی فقیه روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی را فراهم کنند آقای رضوی فقیه زندانی سیاسی که از اوایل بهمن ما برای عمل جراحی قلب به بیمارستان منتقل شده با دستبند و پابند در بیمارستان گذرانده و ممنوع الملاقات بوده است و با وجود نیاز به در به زندان رجایی شهر بازگردانده شده. آقای رضوی فقیه روز 15 اسفند 92 و پس از حملات گسترده رسانه های تندرو از جمله خبرگزاری فارس و تصنیم به سخنرانی او در جمع اصلاح طلبان شهر همدان بازدار شد. نماینده سراوان در مجلس ایران از کشف مقادیری مواد منفجره متعلق به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی خبر داده است. هدایت الله میر مراد زهی گفته است ماموران امنیتی و اطلاعاتی روز 16 بهمن ماه یک انبار حاوی 200 کیلوگرم مواد منفجره را در منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان کشف کردند که متعلق به یک خانه تیمی بوده است در جریان کشف این خانه سه نفر توسط ماموران اطلاعاتی و انتظامی دست و مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز کشف و زد کردند. منابع خبری گزارش دادند افراد دستگیر شده به دست داشتن در کشتن ستن از ماموران یک پاسگاه در این منطقه در سه ماه پیش اعتراف کردند. با وجود اینکه به نظر میرسد دولت روحانی با تشکیل جلسات استراری تا حدی حد به فشار تقاضای عمومی در خوزستان برای رسیدگی به شرایط بحرانی این استان پاسخ داده اما شرایط در خوزستان همچنان بحرانی است اگرچه امید به بارش باران در مناطق جنوب غربی و غرب ایران امید به کمتر شدن آلودگی را ایجاد کرده اما این بارندگی کوتاه مدت خواهد بود در این حال هواشناسی اعلام کرده است که این کاهش گرد و غبار موقتی است به همین دلیل مقام کشوری و استانی همچنان خود را برای شرایط بحرانی آماده نگاه داشتند ناصر چرخساز رئیس امداد و نجات هلال احمر گفته است که 3000 امدادگر آماده کمک به مردم در خوزستان هستند هلال احمر گفته است تا کنون در میان 220 هزار تن از مردم استان خوزستان ماسک و در میان دویست هزار تن دیگر بروشورهای آموزشی و هشدار دهنده درباره ریزگردها توضیح شده است اما این اقدامها ها چهره های با نفوذ استان خوزستان در تهران را راضی نکرده است سایت تابناک از پیشنهاد محسن رضایی برای تخصیص 5 درصد درآمد نفتی برای حل مشکلات خوزستان استقبال کرده بود با این حال توجه اخیر دولت به مسئله خوزستان را ناشی از دستور رهبر جمهوری اسلامی به دولت دانسته است همزمان فرماندهان بسیج هم برای حل مشکلات خوزستان اعلام آمادگی کردند. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج با اشاره به بروز پدیده ریزگردها در برخی استانهای کشور گفته بسیج سازندگی آمادگی دارد تا پنجا هزار بسیجی را برای حل مشکل ریزگردهای خوزستان وارد عمل کند. همزمان با مناقشات مقامهای دولتی اخبار اجتماعی کشور نشان می دهد که ابعاد بسیاری از بحران هنوز مورد توجه قرار نگرفته است در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی مردم از خطر محدودیت دید به هنگام رانندگی در این مناطق نوشتند در همین زمینه مسئول عملیات بحران اورژانس او استان خوزستان گفته است در حادثه پنج خودروی سواری از پشت به کامیونی که در گذر از همین مسیر بوده برخورد کرده و تصادف زنجیره ای رقم خورده است بنابراین گزارش مجروحان این حادثه میگویند گرد و غبار و کاهش دید باعث شده است این پنج خودروی سواری قادر به تشخیص فاصله با خودروی جلو نباشند که به پشت یکدیگر برخورد کرده و سرانجام به کامیون کوبیدند در تحولی دیگر سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به شرایط نامساعد آب و هوایی استان خوزستان گفت بعد از مدت ها ما شاهد حرکت جدیدی در دولت برای رسیدگی به وضعیت ریزگردها در استان خوزستان هستیم که آن هم به میمنت دستور مقام معظم رهبری برای رسیدگی به این امر صورت گرفته است این نماینده گفته است هر چند وزیر بهداشت به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای رسیدگی به شرایط ریزگردها در استان حاضر شده اما ما انتظار داشتیم که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در استان حضور پیدا کند که وی به دلیل کنسل شدن پرواز در استان حضور پیدا نکرد عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان گفته است خانم ابتکار می توانست به خاطر مردم استان خوزستان و به خاطر تمام کسانی که در اینجا تنفس برای آنها مشکل است به صورت زمینی و حتی با قطار به خوزستان بیاید اما گویا رنج سفر برای خانم ابتکار خیلی مشکل است آقای حسینی همچنین گفته من به خانم ابتکار پیشنهاد می کنم که اگر توان کار کردن ندارد از ریاست سازمان محیط زیست استفاده دهد و در منزل برای خانواده خود غذا بپزد و این بهتر از آن است که نتواند به وظایف خود در سازمان محیط زیست عمل کند همزمان با مقام دولتی گروه های دیگری از کارشناسان مستقل نیز در روزهای اخیر به بحران در خوزستان پرداختند. ناصر کرمی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در نوشته که رادیو زمانه منتشر کرده نوشته است هیچ دورنمای کوتاه مدت و میان مدتی برای کاهش گرد و غبار در خوزستان و استانهای همجوار وجود ندارد. این کارشناس می‌نویسد اگر فرض کنیم در ایران چشماندازها بر مبنای یک مدیریت جامعه محیطی سامان می‌یابند این مدیریت در جنوب و غرب خوزستان باید با لحاظ مؤلفه ریزگرد از نو طراحی و برنامه‌ریزی شود در حال حاضر شهرداری اهواز با همان دستورالعمل و مقرراتی دارد فضای کالبدی این شهر را تنسیق می کند که فلمسل شهرداری چالوس یا دیلمان در حالی که اهواز باید دستورالعمل مدیریت شهری منطبق با ریزگرد داشته باشد آقای کرمی همچنین می نویسد بهبود دیگر معلف های زیست محیطی و بهداشتی مثل کیفیت آب شرب و سرانه فضای سبز باید در خوزستان تغییر کند اهواز باید یک شهر کاملا الکترونیکی بشود رفت آمد کمتر و انجام حد اکثر کارها در فضای بسته و با بهرهگیری از اینترنت و شبکه ارتباطات الکترونیک به گفته این کارشناس نیاز عاجل و کنونی خوزستان انتباق و آماده سازی مردم و محیط در برابر پدیده ریزگرد است. کاری دشوار و پرهزینه که مدیران ترجیح می دهند در شرایط کنونی از انجام آن تفره بروند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواسته است که مجوز یک عملیات نظامی سه ساله علیه گروه موسوم به دولت اسلامی را صادر کند عملیات پیشنهادی اوباما می تواند شامل عملیات محدود زمینی هم باشد آقای اوباما که در کاخ سفید سخن می گفت افسوده است در حال حاضر اختیار حمله به این گروه را دارد اما خواهان حمایت آشکار کنگره است رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفته تصویب این نامه به معنای اراده دولت آمریکا برای ورود به یک جنگ زمینی وسیع در عراق یا سوریه نیست چرا که او آغاز یک جنگ جدید را مطابق منافع ملی آمریکا نمی‌داند. اما هزاران تن از شهروندان یمن روز چهارشنبه 22 بهمن در صنعا پایتخت این کشور دست به تظاهرات زده و به حاکمیت شیعیان حوسی اعتراض کردند. گروه شیعه انصارالله دست به اقدامهای شدیدی علیه مخالفان خود زده است و مقامهای نزدیک به سپاه پاسداران ایران از حمایت آشکار و همه جانبه خود از این گروه خبر میدهند. بحران در یمن بالا گرفته همزمان شماری از کارکنان سفارت آمریکا در صنعا میگویند انصار الله تمام سلاحهای تفنگداران و خودروهای سفارت واشنگتن را پس از خروج سفیر و دیپلماتهای آمریکایی از یمن توقیف کردند. اعضای سفارت آمریکا به رویترز گفتند بیش از 20 خودرو پس از عزیمت آمریکاییان به سمت فرودگاه توسط نیروهای انصار الله از سفارتخانه برده شد یک مقام ارشد فرودگاه صنعا به سی گفت انصارالله الله همچنین تفنگداران آمریکایی در حال ترک یمن را از بردن سلاحهایشان به داخل هواپیما باز داشتند وی افزود برخی از سلاحهای تفنگداران دریایی توسط شورشیان توقیف شد در حالی که بقیه توسط نیروهای آمریکا به کارکنان فرودگاه تحویل داده شد به گفته ی مقامات یمن، کارکنان سفارتخانه شب قبل از ترک ساختمان ده ها هزار سند را به آتش کشیده و سلاحهای داخل زیرزمین سفارتخانه را منهدم ساختند. اکثریت دیپلومات های آمریکا چند هفته پیش یمن را ترک کردند و سفارتخانه آمریکا تنها با اندک تعداد کارکنان طی چند روز گذشته به فعالیت مشغول بود. کاخ سفید اعلام کرد که پرسنل وزارت دفاع آمریکا در محل باقی خواهند ماند تا با وجود بسته شدن سفارتخانه به تلاش‌های ضد تروریسم خود علیه شاخه محلی القاعده ادامه دهند. در همین حال، سردار سرلشگر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است امروز با استقرار انقلابیون در پایتخت یمن و قرار گرفتن مراکز نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در کنترل نیروهای انقلاب، پایتخت این کشور از ترین مناطق منطقه به حساب می‌آید. آقای فیروزآبادی گفته است از رفتار امریکایی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها بوی توطعه می آید. آنها به دنبال گری و جفسازی هستند. آقای فیروز گفته است آمریکایی ها کاری از دستشان بر نمی آید چرا که در کشور یمن چیزی در اختیارشان نیست اگر کاری می توانستند بکنند طی یکی دو سال گذشته که در ارکان حکومت نفوذ داشتند انجام می دادند. در تحول دیگر محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد که این جنبش از بیانیه قانون اساسی که جمعه گذشته آن را صادر کرده عقب نشینی نخواهد کرد. سخنگوی انصارالله در گفتگو با روزنامه کویتی از سیاسه گفته است ما موافق گفتگوها هستیم و بیانیه ی قانون اساسی بر مشروعیت و اهمیت گفتگوها با تمام گروه های سیاسی تاکید دارد. محمد عبدالسلام گفته است ما با گفتگوهای مشروط به لغو بیانیه ی قانون اساسی که جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل خواستار آن بوده مخالفیم اما گفته ایم که مشکلی با بازگشت به گفتگوها نداریم سخنگوی انصارالله وجود هر گونه توافق میان انصارالله و علی عبدالله صالح مبنی بر دادن مجوز به احمد پسرش برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده را رد کرد عزت یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است این ستاد هفته ای آینده از بانک مرکزی خواهد خواست تا گزارشی از خروج 22 میلیارد دلار ارز از ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ارائه دهد اساق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری پیشتر از خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور در دولت قبل خبر داده و گفته بود سی درصد از این مبلغ توسط یک صراف از ایران خارج شده که پرونده آن در حال پیگیری است. احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران به نصب بیلبوردهای عنایت آمریکایی در سطح شهر تهران اعتراض کرده است. بیلبورد های عنایت آمریکایی که توسط بسیج شهرداری تهران در سطح شهر نصب شده تردیدهایی در را درباره نتایج مذاکره با آمریکا بر سر برنامه اتمی مطرح می کند. آقای حکیمی پور در گفتگو با روزنامه شرق گفته است شهرداری نباید از امکانات اموال و دارایی خود برای مسائل سیاسی هزینه کند آزادی مطبوعات و وضعیت روزنامه نگاران در کشورهای مختلف جهان بیش از پیش در معرض خطر است. گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2015 خود ایران را از نظر آزادی رسانه ها در میان 180 کشور جهان در رده 173 جای داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه 23 بهمن گزارش سالانه خود را درباره وضعیت آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در جهان در سال 2014 منتشر کرد در این گزارش 180 کشور جهان از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفتند و این کشورها بر حسب وضعیت آزادی مطبوعات رسانه‌های مستقل و همچنین وضعیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رد بندی شدند ایران که در سال 2013 در جایگاه 173 قرار داشت در فهرست جدید گزارشگران بدون مرز در ارتباط با سال 2014 نیز همین رتبه را به خود اختصاص داده است این امر نشان می‌دهد که وضعیت آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران به رغم وعده‌های دولت روحانی بهبود نیافته و نگرانی‌های سازمان مزبور از وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد در گزارش این سازمان در ارتباط با ایران همچنین آمده است که پوشش خبری مستقل وضعیت سوریه برای رسانه‌های چاپی و آنلاین به شدت کنترل و در این باره هر گونه انتقاد از سیاست خارجی حکومت سرکوب می‌شود. وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی تا کنون بی‌نتیجه مانده است. طبق های سازمان گزارشگران بدون مرز حکومتگران ایران همچنان کنترل همه جانبه ای را بر اطلاع رسانی اعمال می کنند به ویژه درباره آنچه که به هم پیمانانشان در دمشق مربوط می شود از حضور سپاه پاسداران در سوریه تا کمکهای مادی به رژیم اسد در ادامه این گزارش آمده است که موضوعهای بسیار دیگری چون انرژی هسته‌ای، حقوق بشر و وضعیت زندانیان عقیدتی به نام اقدام علیه امنیت ملی سانسور می شود. طبق اعلام گزارشگران بدون مرز در پایان سال میلادی 2013 ایران با 50 روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از پنج زندان جهان بود و علا آزادی برخی از زندانیان سیاسی فشار دستگاه های امنیتی بر روزنامه نگاران رسانه های بین الملی و مستقل مستقر در خارج از کشور و خانواده های آنها در داخل کشور همچنان ادامه دارد. طبق گزارش سالانه این سازمان که در پاریس به انتشار رسیده در سال 2014 میلادی آزادی مطبوعات در 180 کشور جهان در مجموع 3719 مورد نقص و زیر پا گذاشته شده است این شمار 8 مورد بیشتر از مواردی است که در سال 2013 به ثبت رسیده است در جریان درگیری های حاکم در خاور میانه یا اوکراین حتی خبرنگاران و روزنامهنگاران به شکلی هدفمند به گروگان گرفته شده و به قتل رسیدند به گفته مسئولان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهای اوکراین عراق سوریه مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین اسرائیل و همچنین سودان جنوبی بسیار نگران کننده است زیرا طرفین درگیری میکوشند رسانه های خبری را به عنوان منبع خبری مستقل به سکوت وادارند یا برای اهداف تبلیغاتی خود مورد سوء استفاده قرار دهند. در این گزارش همچنین آمده که وضعیت آزادی مطبوعات در دو سوم کشورهایی که در بررسی های گزارشگران بدون مرز منظور گردیده اند بدتر شده است. آخرین رتبه این ردبندی را کشور اریتره به خود اختصاص داده است. علاوه بر ایران، کشورهای سوریه، چین و کره شمالی در آخرین رتبه ها جای گرفتند. بهترین وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهای اسکاندیناوی مشاهده شده است. کشورهای فنلاند، نروژ، دانمارک و سوئد از این لحاظ در بین پنج کشور برتر جهان قرار دارند. قابل توجه آنکه وضعیت در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به شدت روبه وخامت گذاشته است. برای مثال کشور ایتالیا از لحاظ وضعیت آزادی مطبوعات و همچنین فعالیت های و خبرنگاران 24 رده سقوط کرده و در رتبه 73 جای گرفت. تهدیدات سازمان های مافیایی و همچنین فشارهایی که از طریق تهدیدات قضایی اعمال می شود، عرصه را بر آزادی مطبوعات در ایتالیا تنگ کرده است. کریستوف دلوار دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت که وضعیت آزادی مطبوعات در جهان در مجموع بدتر شده و عوامل گوناگونی در این روند نقش بازی می کنند. به اعتقاد وی جنگ بر سر کسب اطلاعات و همچنین عاملان غیردولتی که رفتار و عملکردی مستمد مابانه دارند از جمله علل مهم این روند نگران کننده هستند. روزنامه کیهان راهپیمایی روز 22 بهمن را پاسخ به درخواست حسن روحانی برای برگزاری رفراندوم خوانده است. حدود یک ماه پیش حسن روحانی خواستار برگزاری رفراندوم درباره مسائل اساسی کشور شده بود حسین شریعت مداری در سرمقاله خود نوشته نتیجه رفراندوم این است که مردم حاضر نیستند امتیاز نقد بدهند و وعده های نسیه تحویل بگیرند روزنامه کیهان همچنین نوشته حمل تصاویری در حمایت از حزب الله مقاومت فلسطین و انقلابیون یمن در حماسه 22 بهمن تأکیدی بود بر تکثیر ایران اسلامی که این خواست مردم باید در سیاست خارجی جایگاه ویژه ای داشته باشد. فایزه هاشمی اعمال ممنوعیت رسانی علیه محمد خاتمی را برای جلوگیری از تاثیرگذاری خاتمی در انتخابات آینده مجلس دانسته و این درخواست دادستانی تهران را غیرقانونی خوانده است. دو هفته پیش جعفری دولت آبادی دادستان تهران مدیران نشریات را تهدید کرده که اگر اسم رئیس جمهوری پیشین را در رسانه هایشان بیاورند توقیف خواهند شد. این در حالی است که هیچ حکم قضایی علیه آقای خاتمی وجود ندارد. <تصفح> یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزارت ارشاد دفاع کرده است. احمد احمدی روز گذشته در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن ماه گفته است منتقدان کنونی در مقابل خطاهای بیشمار احمدی نژاد و قارت بیت در دولت قبل سکوت کرده بودند اما اکنون با دیدن یک خطای جزئی از همه جا صدا بلند می شود. آی احمدی همچنین گفته است مگر احمدی نژاد نبود که وزیر خارجه خود را زمانی که در سفر سنگال بود اصل کرد کاری که از ابتدای تشکیل حکومت ها تا کنون سابقه نداشته در صورتی که دولت روحانی عاقل و منسجم است و حرف حساب شده میزند معاون وزیر ارشاد از راهاندازی مدرسه عالی سینمای ایران و انتخاب مجید مجیدی به عنوان رئیس آن خبر داده است. حجت الله ایوبی هدف از راه اندازی این مدرسه را حفظ نگاه ایرانی و انسانی دانسته است. وی وجود این مدرسه را برای کشورهای اسلامی و منطقه ضروری خوانده و گفته است آموزش به صورت تک درس ها و کارگاه ها خواهد بود و محل این مدرسه نیز مشخص شده که به زودی اعلام می شود. اما سی سومین جشنواره فیلم فجر با اهدای جوایز به برگزیدگان بخش مختلف به کار خود پایان داد. در این دوره فیلم رخ دیوانه از سوی هیئت داوران به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد. فیلم سینمایی روخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی شامگاه چهارشنبه 22 بهمن با کسب پنج جایزه از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم تماشاگران به عنوان رکورددار کسب جوایز 33 ومین جشنواره فیلم فرش شناخته شد. بیتا منصوری تهیه کننده فیلم رخ دیوانه جایزه بهترین فیلم 33 ومین جشنواره فیلم فرش را از آن خود کرد. رخ دیوانه روایت کننده داستان چند جوان است که در یک قرار اینترنتی با یکدیگر آشنا شده و به دنبال یک شوخی و شرط بندی در مسیری پیچیده و دلهور آور قرار می گیرند. سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران سی و سومین جشنواره فیلم فجر به جواد نوروز بیگی برای تهیه کنندگی سه فیلم بهمن اعترافات ذهن خطرناک من و من دیگو مارادونا هستم اعطا شد دیپلم افتخار جایزه ویژه هیئت داوران در بخش صدای سیمرغ به نیکی کریمی برای مجموعه بازیهایش و کارگردانی فیلم شیفت شب اهدا شد. اختتامیه سی و, و, و جشنواره فیلم فش در حالی برگزار شد که راه نیافتن آثار شماری از سینماگران نامدار به جشنواره امسال انتقادهایی را برانگیخته بود. قیبت فیلم های استراحت مطلق ساخته عبدالرزا کاهانی، نهنگ انبر به کارگردانی سامان مقدم، دلم میخواد، ساخته بهمن فرمان آرا، دلتا ایکس به کارگردانی علی امینی، مادر قلب اتمی ساخته علی احمدزاده و تابو ساخته خسرو محسومی در میان آثار مسابقه جشواره سوالاتی را درباره وجود ممیزی و سانسور ایجاد کرده است در جشواره امسال برخلاف سالهای گذشته بخش بین حذف شده بود باران کوسری بازیگر فیلم کوچه بینام نیز موفق شد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن این جشنواره را دریافت کند فیلم کوچه بینام داستان دو همسایه در یکی از محله های جنوبی تهران را روایت می کند که به دلیل آرا و نظرات مختلف حتی در ساده ترین مسائل زندگی روزگار پرفراز و نشیبی را در عین همسایگی خود تجربه می کند. سعید آقاخانی بازیگر فیلم خداحافظی طولانی نیز سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد سی, سی جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد وی در حالی موفق به کسب به این جایزه شد که پیش از این هنرمندانی چون سیامک سفری برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من، محسن تنابنده برای فیلم ایران برگر، شهاب حسینی برای فیلم دوران عاشقی و حسین یاری برای فیلم مزار شریف به عنوان کاندیداهای این بخش معرفی شده بودند. فیلم خداحافظی طولانی ماجرای مردی را روایت می کند که از اتهام یک قتل جنجالی تبرئه شده است اما جامعه و اطرافیانش هنوز به او به چشم مجرم نگاه می‌کنند و در این میان روایت اصلی فیلم به رابطه عاطفی مرد و تلاش او برای حفظ زندگی شخصی، اجتماعی و آتفیش می می‌پردازد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر گفت: همراهی شما بهترین پاسخ به کسانی است که ایجاد فضای پرامید را در سینمای ایران برنمی‌تابند. علی جنتی افسود سقف فروش سینمای ایران در آخرین سال دولت گذشته 32 میلیون تومان بود. اما در ده ماه اخیر دولت یازدهم سهم این فروش 52 میلیون تومان بوده است که این اتفاق گویای همه چیز است در ماهای گذشته اکران هشت فیلم مورد اعتراض نمایندگان مجلس ایران قرار گرفته است و تعدادی از این فیلم ها از جمله عصبانی نیستم از دستور اکران خارج شدهاند. سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداری سی و سومین جشنواره فیلم فجر به علیرضا زرین دست برای فیلم برداری فیلم مزار شریف و علیرضا برازنده فیلم بردار فیلم دوران عاشقی اهدا شد. همچنین سیمرغ بلورین بهترین تدوین این دوره از جشنواره فیلم فجر به نیما جعفری جوزانی برای فیلم عصر یخبندان رسید. مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران از اجرای قانون مرخصی نه ماهه زایمان از سال آینده خبر داد و گفت مصوبه افزایش مرخصی زایمان به زودی اجرایی می شود. دکتر محمد تقی خسروانی مقدم دلیل تأخیر در اجرای این قانون را کمبود اعتبار دانسته و ابراز امیدواری کرده که در سال آینده اعتبارات مورد نیاز تامین شود. دولت ایران از سوی نهادهای نزدیک به رهبری تحت فشار قرار دارد تا مجموعه قوانینی را که با هدف افزایش جمعیت کشور در سالهای اخیر تصویب شده به اجرا بگذارد رهبر جمهوری اسلامی بارها بر ضرورت افزایش جمعیت در کشور تاکید کرده بود مرتزا آقا تهرانی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است کمیسیون فرهنگی مجلس نوارهایی را بررسی می کند که گفته می شود تکخانی زن با مجوز وزارت ارشاد است. این نماینده مجلس همچنین از توقیف یک فیلم پس از اکران در جشنواره خبر داده است. فیلم خانه دختر ساخته شهرام شاه است و حامد بهداد و پگا آهنگرانی و باران کوسری در آن بازی می کنند. خانه دختر از دید منتقدان فیلمی است که با استقبال جوانان روبرو خواهد شد. اما آخرین خبر این که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مسلحت نظام روند مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک بر سر برنامه اتمی ایران را خوب توصیف کرد آقای رضایی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران گفته است دست آقای اوباما بسته است و از اسرائیلی ها بسیار میترسد بهتر است آمریکایی ها زودتر تصمیم بگیرند با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب روز شما خوش